بفهمه که بخیر. من حرف دیگه میخواستم بزنم ولی اتفاق خیلی کوچیکی افتاد امروز اول برنامه. دوست دارم راجع به این موضوع صحبت کنم. بعد از 40 اندی سال فکر میکنم وقت اون رسیده که به این نتیجه جمعی، به این خرد جمعی برسیم که مسائل امروزی و اینجایی رو بهش بپردازیم و مسائل فردایی و آنجایی رو بگذاریم برای بعد از فروپاشی نظام اهریمنی. اگر ما دست به دست هم ندیم به مهر، اونجوری که شاعر میگه، میهن ما آزاد که خوبه، آبادم که خوبه، هیچ اتفاق نمیفته. از قیام شاهرخی تا 18 تیر یک فاصله زمانی است که رژیم جهل و جنون با برنامه مدون تونست اپوزیسیون رو چنان عقیم کنه که تا امروز برنخواسته. از قتل‌های زنجیره درون مرز، از سرکوب قیام شاهرخی و بعد از اون از قتل‌های زنجیره‌ای که با قتل دکتر سامی شروع شد از 1366 تا حد فاصله 1378، این اجندایی بود که اتاق فکر جمهوری اسلامی بسیار منظم به اجرا درآورد. تونست اون الیت، حالا چه چپ چه راست رو در داخل و الیت برون مرز رو چنان سرکوب و قلع و قهر کنه که تا امروز ما ندیدیم و نداریم کسی رو که بخواد رهبری این اپوزیسیون رو به صورت جمعی در دست بگیرن. شاهزاده رضا پهلوی امید بخش کلانی از جمعیت ایران هستش، اما خود ایشون هم معتقده که تا به یک پیکر تبدیل نشیم نتیجه نخواهیم گرفت. اگر ما دقت کنیم اون چیزی که به 18 تیر ختم شد همونجوری گفتم یک برنامه مدون بود. قتل‌های زنجیره‌ای تک به تک، کسانی که پتانسیال بودن، کسانی که میتونستن سر رشته رو به دست بگیرن و به نتیجه برسونن، یک آلترناتیوی رو ارائه بدن، از شاپور و بختیار، از نویسندگان، از فعالین سیاسی درون مرز و برون مرز، حتی در گروه‌های قومی و احزاب کرد وقتی نگاه میکنیم، قتل قاسملو، قتل شرفگندی و غیره و زاله، یک برنامه مدونی بود. تا امروز ما نداشتیم در میون اپوزیسیونمون که 4 نفر علمی و با برنامه درست حسابی بشینن بررسی کنن که چطور باید کانتر اتک کنن، چطور وقتی اتاق فکر نظام برنامه ریزی میکنه برای از هم پاشیدن اون چیزی که باید تغییر رو رقم بزنه، چطور باید با این کانتر اتک بشه، چطور باید با این برخورد بشه. متاسفانه تا با این روش ما بخوایم ادامه بدیم به هیچ جایی نخواهیم رسید. همین جوری دور دنیا پراکنده خواهیم بود. میایم اینجا فارسی صحبت میکنیم، تمام رهگذرایی هم که رد میشن نمیدونن ما داریم راجع به فلسطین صحبت میکنیم یا ایران. یک پرچم عجیب میبینن با چند تا عکسی که نمیشناسن. اگر ما میخوایم به نتیجه برسیم باید بتونیم در ابعاد بین المللی، در ابعاد منطقه‌ای، در همون محدوده حتی زندگی خودمون پیام رسان اون چیزی باشیم که خواست مردم ایرانه. یک اقلیت امروز تونسته با انتخاب یک فرد قومگرا رئیس جمهوری به اصطلاح خودشون اصلاح طلب رو جایگزین کنه و داره این شعار رو میده که آقای جواد ظریف قراره برگرده و دوباره روابط با اروپا حسنه بشه. این دستاوردی غیر از تداوم همین نظام نخواهد داشت. چجوری اومدن توی همین انتخابات اخیر با بازی دور دوم انتخابات مردم رو مجبور کردن، اون عده قلیل حتی، که یک امیدی به آقای پزشکیان ببندن. بنابراین تا تفکر نباشه، تا با استراتژی و مدون نخواهیم برنامه ریزی کنیم به هیچ جایی نمیرسیم. از همه تون خواهش میکنم تک تک ما میتونیم این تفکر رو، این اندیشه رو گسترش بدیم در جمع‌های سیاسی هر چند کوچکی که داریم، خرد محوری رو در دستور کار قرار بدیم و بگذاریم مسائل فردایی و آنجایی را فردا و آنجا حل کنیم. مسائل امروزی و اینجایی چیزی غیر از اتحاد و با هم بودن نیست. یعنی یک تولرنسی باید باشه، یک همگرایی باید باشه، باید بتونیم آنچنان انعطاف پذیر در کنار همدیگه بشینیم که جبهه شکل بگیره، جبهه برانداز و در شأن و لیاقت مردم ایران. متاسفانه اون چیزی که امروز خودشو به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی در برون مرز به عنوان اپوزیسیون برانداز داره معرفی میکنه، در خود
و در شأن و شخصیت جامعه امروز ایرانی نیست. باید از مطالبه محوری فاصله بگیریم. ما زمانی که درخواستی از جمهوری اسلامی داریم، نه به اعدام، وقتی که کلیت نظام زیر سواله، نه به اعدام چه معنایی میده؟ وقتی که کلیت نظام زیر سواله، ورود زنان به ورزشگاه چه معنایی میده؟ وقتی مطالبات ما ساختار شکن نباشه، مطالباتی باشه مثل حجاب اختیاری، خب این انعطاف پذیر برای رژیم. و تمام کسانی که در این راه سینه میزنن، ببخشید، یا احمقن یا دست نشانده نظام. چرا که اگر شما خواسته ای از نظام و مطالبه ای از این نظام داری، به نوعی داری راه رو برای مشروعیتش هموار میکنی. تا مطالبات ما ساختار شکن و براندازانه نباشه، به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید. من کوتاه میکنم صحبتمو، ولی از داخل اون پارلمان اروپا، از داخل کمیسیون اروپا، از مراودات روزمره که من حالا این زحمت رو تو میگن این افتخار رو به دوش داشتم که به نمایندگی از بخش ایرانی ها، از سخنگوی اکسترنال اکشن بپرسم، از سخنگوی آقای بورل، همیشه این سوال هست، خب جمهوری اسلامی نه، چه کسی، چه آلترناتیوی رو ما میتونیم ارائه بدیم؟ تنها کسی که داره حضور داره در مجامع بین المللی و به صورت محفلی، به صورت یک کلت سیاسی، به صورت یک جرگه مذهبی میمونن، مثل یک جریان مذهبی میمونن، فقط سازمان مزاحمین خلق که تونسته به صورت سیستماتیک حضور پیدا کنه. چرا جای پادشاهی خواهان، جای نیروهای جمهوری خواه درست میانه رو، نه جمهوری خواه چپ افرادی، چرا جای این افراد در این جمع ها خالیه؟ چرا در عرصه بین الملل ما حضور نداریم؟ به خاطر این همین عدم همگراییه. امیدوارم این صحبت ها اینجا به این نتیجه برسه، لااقل هر کدوم از ما یک پیامبری بشیم برای اون جمع کوچک خودمون و این رو یاد بگیریم و افرادی که توانمندن رو پروموت کنیم. هر کسی از راه رسید و داعیه پرچم داری داشت، نباید ما پشت سرش را بیفتیم. چطور برای کوچکترین چیز، هر کدوم از ما، تک تک ما، برای کوچکترین موضوعی بخوام بریم پیش دکتر متخصص، اما به مملکت اون که میرسه، به جریان سیاسی که میرسه، به براندازی که میرسه، هر حسنی دایه داره و ببخشید از اسم حسن هم استفاده کردم، ولی پرچم دار میخواد بشه و منم منم داره. خب این درست نیست. ما تا شایسته سالاری نداشته باشیم در ساختار براندازیمون، تا ما شایسته سالاری نداشته باشیم در اون چیزی که میخوایم شکل بدیم و به عنوان آلترناتیو نظام جهل و جنون معرفی کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. این جزمیگری باید از فرهنگ ما زدوده بشه. این جزمیگری یادگار این حاکمیت شیعه چند صد ساله است. ما باید از این فاصله بگیریم. تنها دایه‌داری کافی نیست، تخصص لازمه، توانمندی لازمه و اینکه اسلحه در رأس کار قرار بگیره. شاهزاده رضا پهلوی هم بارها گفتن تشریف ببرید انجام بدید، منم ساپورتتون میکنم، منم در کنارتون هستم، ولی متاسفانه تا امروز چیزی شکل نگرفته. برای بار آخر میگم بگذارید مسائل فردایی و آنجا رو فردا بعد از صندوق‌های رأی انجام بدیم. ما داریم متاسفانه مبارزات پارلمانتاری رو امروز انجام میدیم. این مبارزات که من با اندیشه شما مخالفم، من یک جمهوری خواهم، من نمیخوام مثلا ساختار سلطنتی باشه، یا من نمیخوام ساختار چپ باشه، اینها مبارزات پارلمانتاریه. یعنی که یعنی زمانی که ما حکومت رو برانداختیم، در ساختار حکومت دموکراتیک حاضر شدیم، اون موقع من و شما میتونیم در دو حزب مخالف روبروی همدیگه وایسیم، به صورت دموکراتیک با همدیگه مبارزه کنیم. ولی امروز این کشمکش حاصلی جز برای جمهوری اسلامی نداره و این کشمکش جز ساخته و پرداخته اتاق‌های فکر نظام نیست. بنابراین یک قدم بریم عقب و یکم فکر کنیم چطور با همدیگه رفتار میکنیم و اون تاتی تاتی دموکراسی رو از الان تمرین کنیم. سپاسگزارم.